قیمت نفت این هفته به بالاترین سطحش ظرف چهار سال گذشته نزدیک به 86 دلار برای هر بشک نفت پایی برنت رسیده. تنها افزایشی که ممکن نگرانی دونالد ترامپ به ویژه در مقابل اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت را برانگیزه جایی که دست کم عربستان سعودی وعده تامین کسری بازار رو داده بود. from the Iran nuclear deal. چرایی این اتفاق هم ریشه در تصمیمات خود رئیس جمهور آمریکا داره با نزدیک شدن به موعد اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای ناشی از خروج آمریکا از برجام بر صادرات مواد نفتی و خدمات بانکداری جمهوری اسلامی خریداران طلای سیاه ایران موظفند حجم خریدشون رو تا چهاردهم آبان ماه به صفر برسونند نصف حجمی بالغ بر دو میلیون بشکه در روز از بازار مصرف بین الملل که خریداران اصلی ایران، هند، چین، ژاپن و کره جنوبی رو برای یافتن جانشینی که نفت مورد نیازشون رو تامین کنه به تکاپو انداخته. فاکتوری که به باور برخی کارشناسان عامل افزایش بهای پایه این محصول استراتژیک در بازار جهانی نفت شده. در همین راستا رویترز به نقل از یکی از مقامات رسمی آمریکایی آورده دولت این کشور در گرماگرم گرم یک فرایند داخلی برای چشپوشی کامل یا بخشی از ممنوعیت خریداران مواد نفتی از ایرانه. این گروه در حال رسیدگی به پرونده یک به یک کشورهایی هستند که در حال کاهش صادرات مواد نفتیشون از ایرانند. سیاستی که به نظر میرسه در راستای زمان خریدن و فراهم کردن بازار جایگزین برای وارد کنندگان نفت ایران باشه. در تایید این اقدام ماه گذشته هم مایک و وزیر خارجه دولت ترامپ در هندوستان خبر از دادن وقت بیشتر به این کشور برای به صفر رسوندن خرید نفتیش از تهران داده بود هند دومین دو خریدار بزرگ مواد نفتی ایران بعد از چین محسوب میشه که برای ماه آینده میلادی سفارش خریدی نزدیک به 9 میلیون بشک نفت خام از ایران رو داده خریدی که شاید نشانگر چراغ سبز چشپوشی آمریکا در مورد این خریدار عمده نفتی ایران که با ندیده گرفتن تحریم های واشنگتن علیه مسکو قصد خرید سلاح از روسیه رو هم داره محسوب میشه جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا هم روز پنجشنبه اعلام کرده اگرچه قصد مقامات این کشور به صفر مطلق رساندن صادرات نفتی و میعانات گازی جمهوری اسلامی است اما این به این معنی نیست که این دولت میتواند به این هدف برسد چالش بعدی دولت دونالد ترامپ در اجرای تحریم های ای بر مواد نفتی با خریدار ردیف اول مواد نفتی ایران چینه بازار اجده های زرد که علا رقم تعرفه های سنگینی که ترامپ بر محصولات صادراتی اونا به آمریکا وز کرد، مقامات اون همچنان در صدد جلب رضایت مقامات واشنگتن برای چشم پوشی بر معاملات نفتی با ایرانند. این کلاف زمانی پیچیده تر میشه که محمد بن سلمان ولی عهد سعودی خبر از تأمین یک میلیون و هزار بشکه در روز چیزی دو برابر کسر صادرات فعلی نفت ایران تا یه چند ماه اخیر توسط عربستان و برخی اعضای اوپک داده اقدامی در راستای درخواست دونالد ترامپ از کارتل نفتی اوپک عربستان سعودی در حال حاضر بیش از ده و میلیون بشک نفت خام در روز روانه بازار مصرف جهانی میکنه حجمی که به گفته فرانس سعودی با افزایشی ده درصدی میتونه به نزدیک دوازده میلیون بشک در روز هم برسه در سوی دیگه با وجود درگیری امارات عربی متحده در دو قطب مخالف با تهران در مناقشه یمن دوبی خریدار نفت سبک ایران که از اون برای تولید سوخت جت برای صادرات و بنزین مصرف داخلی استفاده میکنه اعلام کرده به خرید این محصول از ایران ادامه میده. به تیوسفی اتاق خبر